سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس داووس بر ضرورت سرمایه گذاری اقتصادی در ایران تاکید کرد و سیاستمداران و سرمایه گذاران خارجی خواست به ایران سفر کنند به در گفتگو با خبرنگاران گفت امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران وجود دارد رئیس جمهوری ایران پنجشنبه شب با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه و مسائل جهانی گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی از سیاست بیطرف سوئیس در نظام بین الملل قدردانی کرد. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گفتگوهای ایران با پنج به علاوه یک در ژنو خاطر نشان کرد این گفتگوها فرصت خوبی برای اروپا و غرب برای ایجاد شرایطی مناسب در منطقه و جهان فراهم کرده است. روحانی و رئیس جمهور سوئیس همچنین در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه به خصوص وضعیت سوریه و مذاکرات هسته‌ای بحث و تبادل نظر کردند. روحانی در ادامه سفرش در سوئیس در مصاحبه با شبکه آرتیس سوئیس در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران وجود دارد گفت ایران و آمریکا گذشته های بسیار سخت و مشکلی با یکدیگر داشتند اما هیچ چیز در دنیا ناممکن نیست و برای رسیدن به اهداف بلند باید کار و تلاش فراوانی انجام داد روحانی افسود به هر حال هیچ دشمنی و دوستی تا ابد باقی نخواهد ماند همه باید تلاش کنیم دشمنی ها را به دوستی تبدیل کرده و این اقدام متقابل و تلاش از سوی هر دو طرف در جهت ایجاد اعتماد را نیازمند است ایران دست صلح و دوستی به همه ملت های جهان دراز کرده است و می خواهد با همه ملت های جهان روابط خوب و حسنه ای داشته باشد. وی در این مصاحبه تاکید کرد اگر واشنگتن حقوق ایران را به رسمیت بشناسد ایران هم پاسخ مثبت خواهد داد. رئیس جمهوری ایران درباره مناسبات تهران و واشنگتن گفت همه چیز وابسته به عمل کرده است. اگر دولت آمریکا حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و شرایط را برای اینکه تخاصم از بین برود آماده کند جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ مثبت نسبت به این حرکت خواهد داد روحانی با این حال گفت البته موزلات میان ایران و آمریکا زیاد است و در زمان کوتاه حل نمی شود اما همه باید به فکر حل مسائل و آینده مثبت باشیم گرچه این کار بسیار سخت و مشکل خواهد بود روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا با وزیر امور خارجه آمریکا که در سوئیس است دست خواهد داد با لبخند گفت ما در این سفر برنامه‌ای برای ملاقات نخواهیم داشت وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس جمهور آمریکا زمانی دستش را به سوی شما دراز کند آیا شما نیز دست او را می فشارید گفت هیچ چیز در دنیای سیاست غیر ممکن نیست ما باید همگی تلاش کنیم شرایط بهتری را برای صلح بیشتر در جهان و ارتباط نزدیکتر ملت ها با جهان ایجاد کنیم و همه باید قبول کنیم در یک احترام و منافع متقابل می توانیم به اهداف درست دست پیدا کنیم. حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد هم به ایالات متحده پیام داد و گفت که رابطه ایران و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد به موضوع رابطه ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت ارتباط این دو کشور وارد فاز تازه‌ای شده و برای اولین بار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته او روابط ایران با اروپا نیز با توافق ژنو در روزهای پیش روی کاملا عادی خواهد شد. روحانی همچنین اعلام کرد که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست او تاریخ را شاهد سخن خود گرفته است و میگوید که در طول صده ها ایران هیچگاه به سرزمینی هجوم نبرده است. رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران همچنین در دیدار با تعدادی از مدیران عالی رتبه شرکت های بزرگ نفتی از قراردادهای تازه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خبر دادند. در این دیدار که در حاشیه نشست داووس برگزار شد، طرف ایرانی از نمونه تازه قراردادهای نفتی خبر داد که به گفته آنها سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران را جذاب تر می کند. روحانی همچنین خاطر نشان ساخت که ایران ظرفیت آن را دارد تا سه دهه آینده جزء ده قدرت بزرگ اقتصادی جهان باشد. پیشتر برخی شرکت های غربی مانند توتال و انی گفته بودند که بدون لغو تحریم های نفتی امکان بازگشت به ایران وجود ندارد. حسن روحانی هنگام ترک ایران گفته بود به داووس می روید تا چهره جدیدی از ایران نشان دهد. آقای روحانی گفته بود بحث تلفیق دیپلماسی اقتصادی و نفتی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دستور کار است. برخی از ناظران با توجه به موقعیت ایران و برنامه هسته‌ای این کشور سفر حسن روحانی به سوئیس را مهم ارزیابی کردند. رئیس جمهوری ایران در سفر خود به سوئیس علاوه بر وزیر خارجه وزیر نفت را نیز همراه خود به داووس برده است حدود 2500 نفر از سران سیاسی و مدیران اقتصادی مهم جهان در اجلاس داووس حضور دارند بر اساس سندی که به دست تلویزیون ایران فردا رسیده است شورای عالی امنیت ملی در تاریخ دهم اردی اردیبهشت 92 بر اساس دستورالعملی به شرکت های پوششی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت های وابسته به آنها اجازه می دهد که به دلیل تحریم های بین المللی نسبت به جایگزین کردن شرکت های دیگر در قراردادها در مقام پیمانکار و یا مدیر کنسرسیوم اقدام کنند و به بانک مرکزی نیز اجازه می نسبت به صدور مجوز جهت تغییر نام خریدار و فروشنده برای گشایش اعتبارات اسنادی برای پروژه های نفتی اقدام کند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بعد از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت های خود را از ساخت راه و سدسازی که از سالهای بعد از جنگ هشت ساله با عراق آغاز کرده بود به نفت گسترش داد و پروژه های بسیاری را با کمک دولت در اختیار گرفت. این سند به امضای محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت رسیده است شرکت های پوششی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یک با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت های وابسته به آن به کلیه دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته به آن و همینطور بانک ها اجازه داده می شود تا بنا به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به جایگزین نمودن شرکت های دیگر در قراردادها در مقام پیمانکار و یا مدیر کنسرسیوم اقدام نمایند و همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند و بدیهی است کلیه تعهدات و تضمینات کماکان به عهده قرارگاه خواهد بود و شرکت های پوششی مذکور با تایید فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از معافیت ها و امتیازهای قانونی قرارگاه برخوردار می باشند تبسره. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موظف است تغییر شرکت های پوششی را با اطلاع کمیته ساماندهی فعالیت های پوششی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام دهد دو به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده می شود نسبت به صدور مجوز لازم به بانک های عامل جهت تغییر نام خریدار و فروشنده در اعتبارات اسنادی گشایش شده برای پروژه های نفت و گاز قرارگاه خاتم المبیا با درخواست آن قرارگاه اقدام نماید س به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات شرکت های پوششی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم المبیا مجاز است به جای گردش مالی شرکت های پوششی از مسیر خزانه کل اطلاعات گردش مالی این شرکت ها را به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانهداری کل کشور اظهار نماید خزانهداری کل کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا حفاظت اطلاعات تمامی فعالیت های پوششی که با مجوز ستاد دبیر ویژه اقتصادی عمل می شود رعایت گردد چهار اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1392 می باشد 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه نمایند امضا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم گفته است رسانه ها نباید دچار سیاست زدگی شوند. آقای لاریجانی گفته اگر ما میخواهیم فرمایشات رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و افزایش توان ملی را محقق کنیم باید سمت و سوی رسانه ها به طرف مسائل اقتصادی جلب شود رئیس مجلس ایران گفته است رسانه ها همیشه این دقدقه را منعکس می کنند که مهمترین اولویت کشور بحث معیشت مردم است اما تبلور آن در مطبوعات چقدر است در ادامه انتقاد محافظ کاران از توافق نامی جنف سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری گفت دفاع از حق هستهی دفاع از همه حقوق ملت ایران است و هرگز نباید از این حق کوتاه آمد. در همین راستا حسن روحانی هم در سوئیس با اشاره به توافق نامی جنف گفت سانتفیوش های موجود را از بین نخواهیم برد. انتقادات اصولگرایان به توافقنامه ژنو در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافقنامه ژنو را به معنای تسلیم قدرت های بزرگ در برابر ملت ایران دانسته و از آن تمجید کرده بود. به گزارش سی رئیس جمهور ایران با تکرار اظهارات وزیر امور خارجه ایران در خصوص پرونده هسته‌ای این کشور و توافقنامه ژنو اعلام کرد که تهران سانتریفیوژهای موجود را از بین نخواهد برد. حسن روحانی با این حال افزود ما آماده هستیم تا این اطمینان را ایجاد کنیم که نباید هیچ نگرانی درباره برنامه هسته ایران وجود داشته باشد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از روحانی و در گفتگوی با خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN با رد برچیدن برنامه اتمی ایران گفت تهران قرار نیست سانتریفیوژی را از بین ببرد یا هیچ یک از تجهیزات خود را نابود کند خیلی ساده ما بالای 5 درصد غنی نمی کنیم ظریف افسوده بود در تمام متن توافقنامه جایی ای به منهدم کردن تأسیسات اتمی نشده اما در واکنش به گفتهای محمد جواد ظریف یک مقام ارشد دولت آمریکا به CNN گفته است این موضوع دولت آمریکا را شگفت زده نمی کند چون انتظار داشتیم که دولت ایران چنین چیزی را برای مسائل سیاسی داخلی خود بیان کند یک روز پس از اعلام توقف قنیسازی 20 درصدی اورانیوم در ایران و آغاز کاهش تحریم ها علیه ایران نیز برخی رسانه ها و چهره های اصولگرا در جمهوری اسلامی این اقدام را تسلیت گفته و توافق ژنو را نامتوازن خواندند در همین راستا سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد و پیشین ایران نیز که تاکنون سکوت کرده بود شب گذشته در خرمشهر گفت هرگز نباید از حقوق هسته مردم کوتاه آمد سید عباس عراقچی نیز در کمیسیون سیاسی مجلس خبرگان رهبری حاضر شد و آخرین تحولات روند مذاکرات هستهای را تشریح و به سوالات اعضای کمیسیون به تفصیل پاسخ داد. وی سپس در دو جلسه جداگانه با جمعی از علمای حوزه علمیه و مدیران اداری دیدار و در خصوص تحولات سیاست خارجی به ویژه مذاکرات هسته‌ای به گفتگو پرداخت. بر اساس توافق ژنو که روز سوم آذر به دست آمد ایران کشورهای عضو گروه پنج بلاوی یک یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان توافق کردند که در اعضای تعلیق غنیسازی بالای پنج درصد اورانیوم توسط ایران و همکاری با بازرسان آژانس چهار میلیارد و دویست میلیون دلار از دارایی های ایران آزاد شود. همچنین تحریم های مربوط به فروش قطعات هواپیما و خودرو نیز لغو شود و مجازات های جدیدی علیه صنعت نفت ایران اعمال نشود. در ساعت اولیه بمداد روز جمعه یک خودروی بم شده نزدیک مقر پلیس قاهره منفجر شد که دست کم چهار کشته و 47 و زخمی بر جای گذاشت. شاهدان عینی به تلویزیون مصر گفتند افراد مسلح پس از وقوع انفجار شروع به تیراندازی به ساختمان های مجاور محل انفجار کردند در واقعی دیگر به دنبال حمله افراد مسلح به یک قرارگاه ایست بازرسی در جنوب قاهره پنج پلیس این کشور کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در منطقه بنی یوسف در 100 کیلومتری جنوب قاهره رخ داد از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر ارتش و پلیس مصر از جمله اهداف حملات مسلح در مصر بودند این حادثه دو روز پیش از سالگرد قیام عمومی 2011 این کشور اتفاق می‌افتاد ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد تنها زمانی حاضر به گفتگوی مستقیم با نمایندگان رژیم اسد در ژنو دو است که این رژیم بیانیه کنفرانس ژنو یک را بپذیرد به گزارش خبرگزاری ها دو هیئت سوری امروز جمعه حاضر به ورود به یک اتاق و آغاز گفتگوهای مستقیم نشدند و در چنین شرایطی اکثر ابراهیمی ناگزیر است جداگانه با آنها ملاقات کنند آقای ابراهیمی روز گذشته با ولید معلم و هیئت همراه و نیز با گروه مخالفان به رهبری احمد جربا به طور جداگانه ملاقات کرده بود یک عضو اطلاف ملی سوریه در گفتگو با تلویزیون العربیه گفت رژیم سوریه تنها زمانی عقب نشینی خواهد کرد که با فشارهای بین المللی روبرو شود منابع غربی حاضر در کنفرانس ژنو دو تاکید می کنند گفتگوهای دشواری میان مخالفان و رژیم سوریه در پیش خواهد بود در صورت آماده بودن زمینه این گفتگوها تا یک هفته ادامه خواهد داشت اما در صورتی که شرایط کنونی به بنبست برسد مذاکرات برای دو هفته به تعویق خواهد افتاد ایمن زواهری رهبر القاعده از گروه های اسلامگرایی که در سوریه علیه حکومت بشار اسد میجنگند خواست تا با یکدیگر متحد شوند به گزارش رویترز وی در پیامی که در اینترنت منتشر شد از گروه اسلامگرایی مخالف بشار خواست تا بر هدف سرنگونی حکومت سوریه متمرکز شوند و از جنگ با یکدیگر خودداری کنند در این پیام صوتی ایمن زواهری گفته هدف اصلی نبردها در سوریه سرنگونی بشار است در ماهای اخیر گزارش های مختلفی از جنگ میان گروه های اسلامگرای مخالف حکومت بشار اسد با یکدیگر منتشر شده که برخی از آنها به القاعده نزدیک هستند. رئیس جمهوری اوکراین به منظور پایان دادن به نارامی با رهبران معترضان دیدار کرد و همچنین خواستار برگزاری جلسه اضطراری در پارلمان شد. گفته می شود قرار است در این جلسه پارلمان که هفته آینده برگزار می شود نخست وزیر این کشور برکنار شود در همین حال اعتراض های ضد دولتی همچنان در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد اعتراض ها در اوکراین پس از آن آغاز شد که دولت این کشور سی آذر ماه اعلام کرد قرارداد همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا را امضا نمی کند و تصمیم دارد به جای همکاری نزدیک با این اتحادیه همکاری های بیشتر با روسیه را در پیش بگیرد در حالی که رئیس جمهور اوکراین به منظور پایان دادن به نارامی ها ضمن دیدار با رهبران معترضان خواستار برگزاری جلسه استرالی در پارلمان شده است اعتراض های ضد دولتی همچنان در کیف ادامه دارد و به دیگر شهرهای اوکراینی سرایت کرده که دو تن در جریان اعتراض در کیف کشته شدند این نخستین بار است که در نارامی های دو ماه اخیر افرادی در جریان اعتراض جان خود را از دست دادند به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یان کوویچ خواهان برگزاری جلسه استراری در پارلمان این کشور است تا برای پایان دادن به این بحران سیاسی راه حلی اندیشیده شود. در این حال شبکه خبری روسی راشا تودی در خبری فوری اعلام کرد که نخست وزیر اوکراین گفته است در صورتی که پارلمان رأی به منحل شدن دولت بدهد دولت این کار را انجام نخواهد داد از دیگر سو رئیس جمهور اوکراین با سه تن از رهبران معترضان دیدار کرده است که به دنبال آن ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالفان اعلام کرد که طرفین به توافق نرسیدند با این حال یکی دیگر از رهبران سه حزب مخالف دولت اوکراین که پنجشنبه شب با ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری دیدار کرد میگوید شانس بالایی برای توقف خونریزی وجود دارد مخالفان تا پنجشنبه به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا با انتخابات زودتر از هنگام موافقت کنند در همین حال قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هفته آینده برای دیدار با رئیس جمهور و رهبران مخالفان به کیف برود در پی نارامی ها در اوکراین یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین وعده داده است که دولت برای حل بحران این کشور بیوقفه اقدام کند در این راستا پارلمان اوکراین در نشست شنبه هفته آینده خود قرار است درباره برکناری یا رأی اعتماد به نیکولای آساروف نخست وزیر اوکراین تصمیم گیری کند کارشناسان معتقدند که ویکتور یانکوویچ به احتمال زیاد آساروف را قربانی خواهد کرد نوپدید شدن داروهای بیماران در بیمارستان به معزل جدید مردم ایران تبدیل شده است. به گزارش روزنامه قانون برخی پرسنل بیمارستان ها داروهای بیماران را روبوده و یا پس از فوت بیماران داروها را برداشته و در بازار آزاد به قیمتهای های گذافی می این روزنامه نوشته است این مسئله مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته و این موضوع به کمکاری خود بیمارستان ها نسبت داده شده است. در سالهای اخیر و به دلیل تحریم های بین المللی وضعیت معیشتی مردم به شدت وخیم شده است. پیشتر فرمانده کل پلیس از افزایش سر آور جرم به خصوص سرقت در کشور خبر داده بود. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید حسن روحانی دولت را در شرایط تحویل گرفت که کشور ورشکسته بود اما در این مدت کوتاه های موثری برداشته است آقای هاشمی گفته است در ابتدای کار دولت نرخ تورم 44 درصد و نرخ ارز هم که لجام گسیخته بود و سکه نیز ای بود برای تجارت روزانه کمبودهایی هم در ارزاق عمومی کشور وجود داشت اما دولت توانست در همین مدت تورم را مهار کند و به سمتی حرکت می کند که بتواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند. وزیر بهداشت گفته است در بخش سیاست خارجی هم قدم های مؤثری برداشته شده اما برخی از اظهار نظرها منصفانه نیست. مسئول کمیته تحقیق و پژوهش ام اس مازندران با اشاره به هزینه های بالای دارویی و درمانی بیماران ام اس گفته است هزینه درمان هر بیمار به طور متوسط در هر ماه دو میلیون و دویست تومان است رضا حبیبی ساروی با بیان اینکه اکثر بیماران زیر سی سال سن دارند گفته است 66 درصد بیماران بیکار هستند و 42 درصد از بیماران را طیف خاص و یا زنان تشکیل می‌دهند این مسئول برآورد هزینه سالانه بیماران را بالغ بر 27 تا 32 میلیون تومان اعلام کرده است. رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفته است با توسعه زیرساخت های مخابراتی زمینه برای راه اندازی تلویزیون کابلی در کشور فراهم شده است. مصطفی سید هاشمی در بجنور طی گفتگو با خبرنگاران گفته است تلویزیون کابلی در کشور میتواند جایگزین گیرنده های محوره ای شود به گفته است دهه فجر امسال نسل جدید فناوری مخابراتی در سه استان کشور به صورت آزمایشی شروع به کار میکند. رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مزیت مهم سیستم NGN را علاوه بر دسترسی آسان، ارزان بودن و گسترش سریع آن به تمام مشترکان دانست. به گفته است در صورت تحقق این برنامه مخابراتی در سطح کشور کیفیت دسترسی به خدمات اینترنتی در ایران به کیفیت کشورهای اروپایی میرسد. سخنرانی حسن روحانی در مجمع جهانی اقتصاد واکنش سران اسرائیل را برانگیخت. رئیس جمهوری اسرائیل ایران را حامی تروریست ها خواند و نخست وزیر این کشور نیز مدعی شد روحانی برای کاهش تحریم ها جامعه جهانی را فریب می دهد. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داوس که در آن تاکید کرد ایران خواهان تولید جنگ افسار اتمی نبوده و با ترور مخالف است با واکنش فوری رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. نتانیاهو گفت روحانی مدعی شد که ایران به دنبال جنگ افزار هسته نیست این در حالی است که راکتور آب سنگین، سانتریفیوژها و موشک های دوربرد ایران تنها میتواند در سلاح هسته ای کاربرد داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل گفت اهداف واقعی ایران در پشت لبخند روحانی پنهان است. سران تهران میخواهند بدون آنکه از برنامه هسته خود عدول کنند، تحریم ها علیه ایران را رفع نمایند. به افسود روحانی خواهان عدم مداخله کشورهای خارجی در امور سوریه شد و این در حالی است که ایران خود جنگ افزار در اختیار حکومت بشار اسد قرار می‌دهد و به نمایندهش حزب الله دستور می‌دهد مردم بیگناه سوریه را قتل عام کند نتانیاهو این را نیز گفت که روحانی می, گوید می خواهم تصویر دیگری از ایران را برای جهان ترسیم کنم اما در همین روزهای گذشته دهها انسان دیگر در کشور او اعدام شدند آیا او به این اعدام ها اعتراض کرده است او باید چگونه کشتار بیگناهان در منطقه را محکوم کند در حالی که کشور خودش شاهد این ادامه است نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت اسرائیل خواهان صلح واقعی است و نمیخواهد به یک کشور دو ملیتی تبدیل شود اسرائیل میخواهد کشور فلسطین برای فلسطینیها برپا شود اما باید اطمینان یابد که چنین کشوری به نماینده دیگری برای حکومت اسلامی ایران در منطقه مبدل نمیشود حسن روحانی در سخنرانیش در مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران بین المللی را به بازگشت به ایران و از سرگیری همکاری با ایران دعوت کرد. این فراخوانی آقای روحانی در حالی است که اسرائیل از کاهش تحریم و احتمال بازگشت شرکت های جهانی به ایران عمیقا ناخشنود است. نخست وزیر اسرائیل کاهش تحریم ها و توافق هسته موقتی با ایران را اشتباه نامیده و گفته است توافق نهایی باید قطار هسته ایران را از ریل خارج کند. پیش از نتانیاهو شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در یک نشست خبری به سخنان روحانی در داوست واکنش نشان داده بود. او گفت ایران مانند همیشه برای کشتن اسرائیلی ها به سازمان تروریستی حزب الله در لبنان جنگ افزار می‌رساند. رئیس جمهور اسرائیل در پاسخ به سخنان روحانی در مورد صلحآمیز بودن برنامه هسته ایران هم گفته بود اگر چنین است پس چرا ایران همچنان روی ساخت موشکهایی که به کلاهک اتمی مجهز هستند کار میکند آقای پرز افسوده بود روحانی از نکات مهمی قفلت کرد از لزوم برقراری صلح در خاور میانه سخنی نگفت نخواست بگوید که زمان صلح بین اسرائیل و فلسطین فرا رسیده نگفت برای اینکه خونریزی در سوریه متوقف شود ایران دیگر پول و اسلحه برای حزب الله نخواهد فرستاد رئیس جمهور اسرائیل این را نیز افزود که کشورش حاضر است با ملت ایران صلح کند و خواهان جنگ و درگیری نیست اما به گفته او رژیم ایران همچنان کانون حمایت از تروریسم جهانی است دادستان استان کرمانشاه از اجرای حکم اعدام هفت نفر در کرمانشاه خبر داد بر اساس این گزارش پنج تن از این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر و دو نفر نیز بر اساس قصاص به دار آویخته شدند در رویداد دیگر مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد اه، حامد احمدی کمال ملایی جمشید دهقانی جهانگیر دهقانی سید هادی حسینی و صدیق محمدی از زندان قزل حصار کرج به مکان نامعلومی منتقل شدند آقایان احمدی ملایی جهانگیر و جمشید دهقانی از تاریخ 13 آبان ماه سال جاری در اعتراض به حکم اعدامشان دست به اعتصاب قضا زده بودند و مدت 75 روز را رو در اعتساب قضا به سر بردند و در نهایت با قول مساعد مسئولی مبنی بر انتقالشان به زندان رجایی شهر کرج و بررسی مجدد حکم اعدامشان در دادگاه به اعتصاب خود پایان دادند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است مبارزه با مواد مخدر در پنج شهر به عهده بسیج گذاشته می شود به گزارش خبرگزاری فارس وزیر کشور گفته است این طرح به صورت پایلوت در اختیار بسیج قرار داده شده است تا امر مبارزه با مواد مخدر را در این پنج مرکز استان با رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازماندهی کند وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از این پنج شهر نام نبرده و تنها گفته است که این شهرها جزء پرشیوع ترین مناطق از نظر مصرف مواد مخدر هستند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اعلام کرده است ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه مجمع مشورتی این کانون جلوگیری کردند. بنابراین این بیانیه این جلسه قرار بود در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار شود اما ماموران در تماس تلفنی ضمن احضار صاحبخانه به وزارت اطلاعات وی را وادار می‌کنند جلسه را منتفی کند قانون نویسندگان با یادآوری مجموعه فشارهایی که جمهوری اسلامی تا کنون بر این نهاد مدنی وارد کرده است به نشست اخیر هنرمندان با حسن روحانی اشاره کرده و پرسیده است چه رابطه ای میان ابراز خورسندی ها و امیدواریها با این تهدیدها و سرکوب ها وجود دارد در این بیانیه تاکید شده است مشکل اساسی نویسندگان و هنرمندان این سرزمین تعریف آزادی نیست بلکه نبودن آن است شیرین نشاد عکاس و فیلمساز ایرانی در مراسم دریافت جایزه کریستال در خوشه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از حسن روحانی خواست با دفاع از دموکراسی و صلح تصویر ایران را در جهان بهبود ببخشد خانم نشاد هنگام دریافت این جایزه سالانه گفت تصویر ایران با انقلاب سال 1357 به ناگهان تغییر کرد و اگر پیش از آن ایران به واسطه تمدن کهن و شعر شناخته میشد، اکنون جهانیان آن را سرزمینی میبینند که تحت فشار و خشونت روحانیون و جزمندیشان قرار دارد. خانم نشاد خطاب به حسن روحانی گفته است اگر در چند دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران ایرانی از منزلت ملی ما در جهان محافظت کردند، حالا این وظیفه به رئیس جمهوری ایران محول شده است. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری در اظهارات کم سابقه عثمان خلیفه سوم اهل تسنن را فردی باندباز و اهل تبعیض معرفی کرد به گزارش دیگربان آقای مصباح یزدی گفته این اقدامات خلیفه سوم در نهایت موجب خشم مردم و قتل وی شد این اظهارات جنجال برانگیز مصباح یزدی تنها چند روز پس از پایان هفته وحدت که در طول آن مقام های جمهوری اسلامی تبلیغات فراوانی مبنی بر دوستی اهل تسنن و شیعیان می کنند بیان شده است. به نظر می افزایش دامنه اختلاف ها میان ایران و عربستان یکی از مهمترین عوامل چنین اظهار نظری از سوی این روحانی تندرو باشد. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه روابط تهران و ریاض نیز به شدت تیره شده و این مدت مقام های مذهبی و رسمی دو کشور حملات و انتقاد های تندی متوجه یکدیگر کردند. منابع خبری گزارش دادند دولت سودان جنوبی و شورشیان به توافق دست یافتند. درگیری ها در سودان جنوبی بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور معاون سابق خود را به طراحی برای کودتا متهم کرد. رئیس جمهوری سودان جنوبی از قوم دینکا و معاون سابقش از قوم نوئر است و درگیری در این کشور به کشمکش قومی تبدیل شد. بیش از 120 هزار تن در جریان درگیری ها در سودان جنوبی از خانه های خود گریخته و حداقل هزار نفر هم کشته شدند. همچنین ده ها هزار نفر از غیر نظامیان این کشور به پایگاه های سازمان ملل پناه بردند. سازمان ملل شماره صلحبانان در این کشور را افزایش داد تا بتواند از مردم محافظت بیشتری کند. منابع خبری از استعفای وزیر خارجه لیبی خبر دادند. دلیل استعفای وزیر خارجه لیبی هنوز اعلام نشده است. در رویداد دیگر مرتبط با این کشور، درگیری میان های مسلح در جنوب این کشور 45 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایوب زروق رئیس شورای محلی شهر سبها گفته است در جریان این درگیری ها حداقل پنج کشته و چهل نفر دیگر زخمی شدند و نسبت به اثرگیری درگیری ها و خشونت در این شهر هشدار داد رئیس شورای محلی شهر سبها افراد مسلح وابسته به رژیم سابق لیبی را مسئول این درگیری ها دانست اما پاپ در بیانیه ای اعلام کرد اینترنت یک هدیه الهی برای تسهیل ارتباطات میان انسان هاست. رهبر مسیحیان جهان تأکید کرد اینترنت یک هدیه الهی برای تسهیل ارتباط است اما هشدار داد این ابزار دیجیتالی موجب انزوا و دوری انسان ها از یکدیگر شده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم خدا نگهدار